میوه خشک ولایت کندهار به دلیل بارندگی های بی وقت کیفیت اصلی خیش را از دست داده. تاجران میوه خشک میگویند به دلیل کیفیت ضعیف میوه خشک امسال در بازارهای بین المللی بازار خیش را تا حد زیاد از دست داده است. کیفیت میوه خشک امسال خراب است. این میوه را 20 روز قبل خریداری نمودم ولی خراب شده. سر از نو آن را پاکاری می نمایم. در مارکت های بین المللی تاجران از آن خوش نیستند. تنها بارندگی های بی وقت میوه خشک کندهار را متاثر ننموده، بلکه عدم موجودیت جای پاک و مناسب و پروسس آن باعث گردیده که از کیفیت میوه خشک کاسته شود. مشکل کلان ما مشکل بی برقی می باشد. برق نداریم، ما میوه های خود را فعلا به کمک برق جنراتور بسته‌بندی می نماییم. مشکلات عمده ما این است که برای ما مندوی میوه خشک ساخته شود. در 3-4 سال گذشته تمامی میوه ها و کپه های ما حریق گردید. میوه ما بروی خاک افتیده. شما اینجایی پر از لوش و کثافات را ببینید. کنجیر سفید را در اینجا انداخته ایم. باید برای ما جاهای مناسب ساخته شود تا مالهای ما را در مارکت های خارجی خوش نمایند. کشمش سبز، کشمش سیاه، آبجوش، انجیر و نباتات طبی اقلام عمده صادراتی در بخش میوه خشک می باشد که شهرت و ذائقه مرغوب در مارکت های جهانی دارد. کاروباریان میوه خشک از دولت افغانستان تقاضا می نمایند که در مورد پروسس و کیفیت میوه خشک توجه لازم نمایند، ورنه ممکن در این جهان رقابتی میوه های افغانستان شهرت خوب خیش را از دست خواهد داد. اتاقهای تجارت ولایت کندهار نیز تایید می نماید که به دلیل بارندگی های بی وقت و نبود جای مناسب میوه خشک متاثر گردیده است، ولی باز هم تا هنوز 7000 تن میوه خشک به مارکت های بین المللی صادر گردیده است که از مدرک آن 130 میلیون دلار در مجموع صادرات میوه به دست آمده است. نو هندوستان مخکی مرسر 50% محصول دو گمرک را معاف کردیم. کشور هندوستان قبلا 50% از محصول را معاف نموده بود، ولی فعلا 100% محصول هندوستان برای تجار افغان معاف گردیده است که این یک کمک کلان از سوی هندوستان با تاجران افغان می باشد. انشاءالله میوه به فاینده که یعنی طول خلاصی جی پاچی جی نه. از سوی دیگر قیمت میوه خشک کندهار در کشور به اندازه بلند است که مردم عام نمی توانند که به آسانی به آن دسترسی داشته باشند. هموین شعیب، تلویزیون آشنا، کندهار.